به نمازاتون مطمئن باشین. اگه مساویه با رساله باشه، رساله یعنی فقه، یعنی وضو درست باشه، رکوع سجود درست باشه، نماز سالم. نه اینکه وقتی میگم کفوان احد، کفوان احد و تورا بگم، سبحان ربی العظیم، به همدرم تورای بلند شدن بگم، این نماز باطله. این نماز نماز نی یعنی که قبول نشه، اصلا نماز نیست، لا صلاته. یا اگه من در مسحم، در تیممم، در غسلم، در سالم حمد و سوره خوندنم اشتباه داشته باشم، لا صلات، نماز نی که بگیم قبول میشه یا قبول نمیشه. من وقتی درس اصول میخوندم در قم، در باب صحیح و اعم یه بحث مفصلیه، من با دلایلی که خودم قبول کردم جزء گروه صحیحی ها شدم. اعمی ها میگن نماز درست و ما میگیم نماز، نماز باطل هم میگیم نمازه، ولی قبول نمیشه. اما صحیحی ها میگن نه، نماز باطل لا صلاته، اسم نماز روش نذار، نماز نیست. بهترینه بگی یه ورزش سوئدی، نه نماز. نماز هایی میخواد نماز باشه، باید نماز علی باشه، نه نمازی که حال علی رو داشته باشه. من دهنم میشکنه اگه بگم نمازتون حالش حال نماز علی باشه، کس نمیتونه نماز علی رو بخونه. ولی نمازتون از نظر ظاهر و فقه برابر با نماز علی باشه، اونو میتونیم با علی مساوی بشیم. نماز درست، نماز صحیح، حال که کاملش در امیرالمومنین به ما وعده دادن، ما از ارزش هامون قیامت خرج میکنیم برای نجات شما، چون اضافه خیلی داریم. یعنی اگه یه نفرمون بخواد کل محشر رو نجات بده میتونه، ولی خب همه لیاقت نجات رو نگر نداشتن. اصلا قیامت لازم نیست انبیا بیان شفاعت کنن، شفاعت میکنن. ائمه همه شفاعت کنن، نه شفاعت میکنن. یا صدیقه کبرا، یا حضرت مریم، یا حضرت خدیجه، اینا جز شفعای محشرن. اما به حق حق قسم، اگر تنهای تنها صدیقه کبرا قیامت بگه کل محشر رو به من ببخش، در جا میگن بخشید. ما اینقدر اضافه داریم، ولی شما اینقدر کم نداشته باشید که اضافه ما نتونه کم بوده شما رو جبران بکنه. نماز باری به هر جهت نخونید، نمازی نخونید که بعد سلام بگین آخه راحت شدم، من خدا کوه دماوند رو کولت گذاشته بود که حالا بعد سلام انداختی راحت شدی. من خدا چی کارت کرده که دست خدا راحت شد؟ خدا با نماز میخواد در بهشت رو وا کنه، تو میگی راحت شدم، من فشار رود گذاشته بود که راحت شد. نماز عشق، نه فشار، نه بار. ولی نماز نماز علی باشه. علی نماز با ادبی میخوند، علی نماز با وقاری میخوند، علی نماز با طمأنینه ای میخوند، علی نماز مطابق فقه خدا، فقه الله الاکبر میخوند.
نه نمازی که خودش دلش میخواست، نه نمازی که راحت بشه، نه نمازی که بگه خدایا نماز ظهر و عصر رو میکردی ده رکعت دیگه، نماز صبح چرا انداختی گردن ما؟ این نمازا رو علی نداشت، اما حال اونو ما نمیتونیم داشته باشیم، چون انقدر به ما خدا گنجایش نداد که یه گوله دشمن بزنه به ما، پوست و گوشتمونو بشکافه، بره تو عصب و انجام، بره تو استخون، نذاریم عملمون بکنن، عربده بکش، یا باید بیهوشمون کنن تا جرایی کنن و در رو. اما وقتی که امیرالمؤمنین در جنگ احد میخوان جراییش کنن نمیذاره، درد خیلی سنگینه، بدن درد که مال روح نبود، تیر که به روح علی نخورده بود، به گوشت و پوست و استخون و عصب خورده بود، خود درد داشت. به جراح گفت نمیخوام جراحی کنی، ولش کن. اینم دوتا مدرک اهل سنت، من هر دوشو دارم، هر دوشم دیدم، از رو هر دوشم نوشتم. به پیغمبر جراح گفت نمیذاره جراحی کنیم، گفت مشکلی نی، بذار بره تو نماز بعد برو جراحی کن. ما اون حالو نداریم، نمیتونیم هم داشته. اما نماز مطابق با فقه میتونیم بخونیم، یقینم غسل درست، وضوء درست، تیمم درست، نماز با طمأنینه، نماز با ادب، نماز شمرده، نمازی که رکوع و سجود و تشهدش قاطی با هم نشه. پس نماز تو میخوای قبول کنن، اقتدا به علی کن در نماز.